من اول یه توضیحی بدم خب من به واسطه سن سالم نمیتونم تجربه شخصی یا خاطری شخصی داشته باشم اما بالاخره به واسطه ارتباطاتی داشتم با افرادی که توی کرمانشاه ها خصوص بین سال 60 تا 67 توی زندان دیزل آباد کرمانشاه بودن کرمانشاه مثل تمامی شهرهای ایران فعالین سیاسی داشته که در اون سالها کشته شدن اسم بسیاری از اونها واقعا ما هنوز نشنیدیم من هم نمیتونم اینجا در مورد همه اون افراد صحبت بکنم چون که وقتش نیست فرصتش نیست اما به صورت ویژه در مورد زندگیات مشتبه ترک، ترکاشوند میخوام صحبت کنم و یک نامرم اگر وقت داشته باشی من اینجا میخونم و یک لیستی از این اسامی رو که تونستم جمع کنم البته به قول زندیات سعید پور میگه هر, خف... هر, خفته اینجا کولهباری زیر سر دارد یعنی هر کدام از این نام ها رو اگر ما بخوایم بررسی کنیم ببینیم یک زندگی های مقاومت های, های، آرزوهایی در پشت سر دارن و من به صورت فرد فردم در فایل های جدا اینها رو بررسی کردم ولی اینجا قطعا وقت نیست در مورد همه اینها ما صحبت بکنیم اما قبل از اینکه من نامه را بخوانم مطلبی را در مورد مجتبای ترکاشوند میخوام بگم یک مسئله دیگم بگم این اطلاعاتی که من جمع آوری کردم اون افرادی که اینه به من گفتن مستقیما در ارتباط بودن در زندان بودن با این رفقا ممکنه از لحاظ اگر اشتباهی باشه قطعا اشتباهیه که رد ایام بر حافظه آدمی میذاره و الا من این افراد از نزدیک میشناسم و باور دارم به اطلاعاتی که از اونها به دست آمد. اما مشتبه ترکاشوان مشتبا ترکاشوان بچه کوچه قاضیزادی محلی منزه کرماشا بود محلی منزه کرماشا بچه کرماشا یک محلی میشه گفت فقیر نشینه او را به واسطه بچه مال بودن میشناختم. شناختم. فقیری بودند. بار اول در سال 57 فهمیدم که مشتبا از مسئولان تشکیلات دانش, دانش آموزی و دانشجوی پیکار است. او انسان مسمم و با اراده ای بود و نظم و پرنسیب او جدا از رفتار سازمانی در رفتار و ارتباطات شخصی وی نیز آشکار بود. از سال ش مشتبا بواسطه فعالیت لو رفت و از طرف سازمان به من متصل شد و مدتی نزد ما زندگی مخفی داشت تا اینکه از طرف سازمان به همدان منتقل شد و رابط تشکیلات, تشکیلات بین همدان و کرمانشاه بود من در مورد ها بعدا توضیح میدم ها متعلق به باغ فردوس کرمانشاه است اسمش خاوران نیست این شرا... حالا با این اسامی تو نامه میاد اما دستگیری مجتبا تو باشه پس از وقایع سی خرداد سال 60 مجتبا با اسناد بسیاری از تشکیلات همراه یکی از رفقایش از همدان راهی کرماشا می شود در ایست بازرسی بیستون ماشین آنها تفتیش می شود مجتبا در کمال آرامش و برای عادی سازی اسناد را روی داشبورد ماشین می گذارد و همین کار باعث می شود که توجه و پاسداران جلب نشود اما در لحظه آخری که از همکلاسی های قدیمی وی که به خدمت پاسداران درآمده آمده را شناسایی می کند و باعث دستگیریش می شود را از لحظه دستگیری به شکنجگاه های اطلاعات سبا بردند. بسیاری از اعضای تشکیلات دانش آموزی که مشتبه مسئول مستقیم آنان بود در آن زمان در زندان بودند و کافی بود که مجتبا دهن باز کند تا بسیاری زیر ضرب بروند اما هرگز این اتفاق نیفتاد و بعد از چند هفته شکنجهگران که در مقابل عزم کوهوار و اراده واقعی وی به زانو در آمده بودند و از کشیدن اطلاعات از وی ناامید شدند او را به جوخی ادام سپردند این رفیق ما در مورد مجتبا تعریف می‌کرد میگفت که انقدر کابل به کف پاش زده بودند که این پا ورم کرده بود گفت دقیقا میدانستند که مشتبه مسئول تشکیلات دانش آموزی و دانشجوی و میدانستند اطلاعات زیادی داره می گفت انقدر کاب به کف و پا زده بودن که عصب‌های های کف و پا دیگه از کار افتاده بود و درد را منتقل نمیکرد. بعد کابل به پشتش زده بودن بعد می که این سینخیز پشت سلولش میرفت یعنی چون نمیتونست به پشت دراز بکشه لحظه آخر به یکی از اون از پشت سلولش یک نامه کوچیکی میده به یکی از اون بچه‌ای که قرار بیا داخل بند میگه بگید که همه خیالشان راحت باشه من هیچ نگفتم <applause> رفقای دیگر میگفتند که بر زخم‌های پا و پشتش کیسه کشیدند این دیگه نقله حالا چقدر این شنیده ها واقعیت نزدیک بود یا ناشی از احترام قلبی بود که زندانیان در مقابل مقاومت و ایستادگی وی داشتند اما هرچه که بود مشتبا به قول شاملو دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت و این سکوت و او به افراد زیادی امکان زندگی بخشید و نامش مدتها در میان دیگر بندیان همچون الگوی مقاومت و اراده برده میشد من در مورد سن و سالش پرسیدم گفت که اون زمان مشتبا 12 سال 18 12 سال داشت باز تقریبی گفت و رفقایی که اون زمان در زندان دیزل آباد کرماشا بودن میگفتن که یک استوری عجیبی بود این مشتبای ترکاشوان که متاسفانه وقتی ما سرچ میکنیم فقط یک نام ازش میبینیم مشتبا ترکاشوان پیکار یکی از رفقایی که حالا این رفیقی که اینو برای من یک رفیق دیگری هم که این را تایید کرد که اصلا از, از،, از, از ای پیکار نبود از اعضای فدایی بود که واقعا گفت همه ما تحت تاثیر این دلاوری های مشتبه قرار گرفتیم. اما اگر وقت داشته باشم یک نامم می‌خونم که این اسامی و عکس ها را در واقع بسیاری از این عکس ها را میبینید داخل این نامه در من به متن و نصر نامه هم دست نزدم فقط یک جایی که شخصی با من حرف زده اونها رو چیز کردم بله از ایران اومده به این خاطر اسم اون افراد نمیگم چون از ایران در بند 24 ببخشید بالاتر سال 60 بود که به خاطر هواداری از سازمان چریکهای فدای خلق ایران اقلیت به همراه برادرم دستگیر شدم بعد دو هفته بازداشت در بازداشتگاه کمیته انقلاب اسلامی که وقت در سبز میدان بود به زندان دیزلاباد منتقل شدیم من را به اتاق سیزده بند انقلاب دادند در آنجا با بند زندان زنان سیاسی همسایه بودیم اتاق سیزده شامل حدودا ش زندانی بود در همان ابتدا با زندانیانی همچون فریبرز همامی، عکسش اینجا هست فری همامی، و بهرام گلبرگ از زندانیان مجاهد خلق آشنا شدم فریبرد در زمستان همان سال تیرباران شد اتهام فریبرد میلیشیای مجاهد و حمل دو نارنجک برای عملیات بود برام و گلبرگ نیز در کشتارهای سال, ۶۷ سال شست در زندان گوردش اعدام شد علاوه بر این زندانیان مقاوم مقاوم مجاهد خلق همچون علی سمیمی باز عکسش اینجا خواهیم دید اینم سید محمد وحید اخلاقی هم از, از این راه کارگر بود که دوست ما تعریف میکرد میگفت چشمهاش بسیار ضعیف بود همونجور که تو عکس می‌بینیم رو سنگ قبرش هم عینک داره گفت عینکش برداشته بودن این خوب نمی‌دید توی اتاق بعد میگفت که زمانی که بردنش زیر شکنجه بعد گفتن که در اتاق سلول انفرادی خودکشی کرده و گفتن خودش حلقاویز کرده گفت ولی مایی که تجربه اون سلول‌های انفرادی را داشتیم می که این امکان وجود نداره چون سقفش خیلی بلنده در واقع اونم کشت. ببخشید حجم اطلاعات اون بیاد من رشته افکار از دستم خارج میشه بله حدود حدوداً 6 ماه در اتاق 13 بودم که با ساخت بند 28 که سولی بزرگی بود و اکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی بند انقلاب را به آنجا منتقل کردند به بند ۲۸ رفتیم و دوباره برادرم را که قبلا در بند 25 و و از من جدا بود دیدم جمع کردن زندانیان در بند 28 به خاطر این بود که جو بندهای جو بندها را بر هم زده و با در هم آمیختن زندانیان تواب و غیر تواب محیط را عوض کنند اما برعکس انتظار مسئولین مدت سه ماه طول نکشید که جو بند 28 نیز با حضور زندانیان سیاسی مقاوم به سود زندانیان تغییر یافت طولی نکشید که با دستور شخص جعفری سرارودی که آن زمان تازه به عنوان مسئول اطلاعات سپاه در زندان دیزل آباد مسئولیت بازجویی از زندانیان چپ را به گرفته بود تمامی زندانیان چپ بندهای 13 و 28 به اتاقهای 24 و 25 و قفسهای پشت بند 24 که شامل 5 قفس ده نفره بود فرستاده شدند ابتدا به اتاق 24 فرستاده شدم که در آنجا با محیطی واقعا یک دست و پر از شور انقلابی داخل زندان آشنا شدم جلسات هفتگی بحث و انتقاد برایم در داخل زندان مسئله بود که برای نخستین بار آن را تجربه می‌کردم. در بند 24 با چرای نظیر عباس کرمی آشنا شدم که برای پنان نگه داشتن تعلق تشکیلاتی خیش که سازمان چریکای فدای خلق ایران بود اتهام توده را قبول کرد و با دسته ای از توده و اکثریت ها اکثریتی ها قاطی شد الان خیلی ها فکر میکنن که عباس کرمی اکثریتی بوده ولی عباس زمانی که میگیرن نمیدونن که چه جرمی داره این جرم اکثریتی بودن را میپذیره اما به رفقای نزدیک خودش که به اونها اعتماد داشته در واقع میگه و رفقا میشناختنش رفقای تشکیلاتیش عباس را شب یلدای سال شست میبرن اعدام میکنن کلا عباس رفیقی کم حرف و تودار بود بعد از مدتی برخی از زندانیان بند 24 را به اتاق همسایه که بند 25 بود منتقل کردند و من دوباره از برادرم جدا شدم برای برهم زدن جو حاکم بر بندهای 24 و 25 نوریان رئیس زندان و جعفری سرارودی زندانیان غیر سیاسی زیر 18 سال بند دار و تعدیب بند شهربانی را به بند ما آورده و ما را به قفسهای ده نفری پشت بند 24 بردند قافل از این که بعد از مدت کودایی همین زندانیان نوجوان در ارتباط با زندانیان سیاسی تحت تاثیر قرار گرفته و در ارتباط با آنها قرار گرفتند و کلا به محیط زندگی و شیوه زندگی خیش در زندان نظم خاصی بخشیدن که همین امر باعث شد تا دوباره آنها را بند شهربانی منتقل کنند و از زندانیان بند انقلاب دور گردانند و بار دیگر زندانیانی از قفسهای پشت بند 24 و همین همچنین بند 25 به بب... به بند ۲۴ منتقل کردن در قفسهای های پشت بودیم که روزی برای اولین بار در معوته زندان اعدام انجام شد که سر و سرفراز شهرام حسین و آنکس کسی نبود جز شهرام حسین که در حالی که برای اعدام وسیله حلقا و او را دست بسته می بردند با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر امپریالیسم مرگ را به سخره گرفت بر دوش یکی از رفقایم از پنجره کوچک راه رو قفس به شهرام دلیر خیره شده بودم تا اینکه فریاد زنان از زاویه دیدم محو شد اما هنوز پس از گذشت 20 از 30 سال فریادهایش در گوشم میپیچد جو بندهای 24 و 25 و قفس ها به هیچ وجه باب میل مسئولین زندان و زندانبانان نبود وجود زندانیان مقاوم از هر جهت زندان را به سنگر مقاومت و خودسازی انقلابی تبدیل نموده بود در یک برنامه تا زندانیان یک برنامه میریزند با کمک زندانبانی به اسم آیت, ب... آیت بیات بله که قرار اسلحه خانه زندان رو تو زندان دیزلاباد تخلیه بکنند که توسط یکی از تواب ها لو میره و این زندانبان هم لو میره که این زندانبان هم ادام شد به اسم آیت بیات با همکاری بند زنان و یکی از زندانبان به نام آیت بیات پنج نفر از زنان قرار شد اسلحه خانی زندان را خالی کرده و سلاح ها را میان زندانیان بندهای 24 و 25 و قفص ها تقسیم نمود و از داخل زندان شورش کرد و مقدمات فرار را آماده نمایند ظاهرا یکی از توابین بند زنان ماجرا را کشف کرد و ماجرا را لو میداد آیت به یاد و پنج تن از زنان بند زنان که اسامی دو نفر از آنان در خاطرم است به نام های عاطفه خضایی زندانی مجاهد خلق که برادر او شهرام خضایی نیز هم بند ما بود و عاطفه بهاردو به زندانی فدای اقلیت به سلول های انفرادی منتقل شده و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند زندانیان بندهای 24 و 25 را سریعا و به صورت موقت به بند شهربانی منتقل کرده و تمام راه های فاضلا به بند زنان و بندهای 24 و 25 را به منظور کشف نارنجکهایی هایی که ممکن بود آیت به زنان داده باشد حفر کردند. مدت یک ماه در بند شهربانی و در کنار زندانیان سیاسی بند شهربانی نگهداری شدیم که طی این مدت اتفاقاتی رخ داد و مهمترین آن جدا کردن احمد کریمی احمد کریمی علی کریمی و نصرت کریمی سه تا برادر بودند که هر سه باز اعدام شدند از بقیه زندانیان توضیح شده و در بند شهربانی و انتقال او به سلول یا قفس شماره یک در ورودی بند شهربانی بود تا با بقیه زندانی ها رابطه ای نداشته باشد البته هدف از انتقال زندانیان سیاسی بند های 24 و 25 و توضیح آنان در میان زندانیان سیاسی بند شهربانی که کلا روابط و کار و زندگی سیاسیشان با زندانیان بند انقلاب تفاوت اساسی داشت بنا به منظورهای معینی از طرف مسئولین زندان و زندانبانان اتخاذ گشته بود که مهمترین آنها کشف تمایلات تشکیلاتی افرادی بود که اتهامات خیش را در زیر شدیدترین شکنجه ها رد کرده بودند و از سوی دیگر کشف شخصیت های تاثیرگذار و سازمانده بود که بایستی هر چیزوتر زودتر حذف فیزیکی می‌شدند. <تصفح> ببخشید من کوتاه میکنم چند <تصفح> وقتت در واقع تموم شد خب حالا خب که من وقتم تموم شده با توجه به اینکه به هر حال در مورد زندان شهرستانه و با... من فکر کنم که از ایران, از ایران هم اومده من پیشنهادم اینه که ما پنج دقیقه در واقع اضافه کنیم به وقت تو که تا اونجا که میشه در واقع نکات مهمی رو که توی باشه اومده. من فقط اینجا در مورد آقا اه... دوست دارم اینجا در مورد زندیات به من آبگرمیان اه... حالا کوتاه میکنم حالا کوتاه ببینید همانطور که گفتم من باز کوتاه کردم با توجه به گزینش زندانیان برای سلول انفرادی و دستگیری بخشی از فعالین سازمان انرژی و وقت زیادی برای زیر زرب بردن و تشکیلات گذاشته شده بود تجسس و کشف زنجیر وار به دستگیری مسئول نظامی سازمان در کرماشه یعنی سید قربان حسینی و همچنین دو نفر از پرسنل انقلابی ارتش منجر شد که متاسفانه ناماند و رفیق را ندانستم تا اینکه به همراه بهمن آبگرمیان در دیماه سال شست و یک تیر تیرباران شدند در این میان سی قربان با شهامت و مقاومتی کم نظیر کشف و تجسس زنجیروار معمولی را ناکام گذاشت و زنجیری دستگیری ها را قطع نمود تنها کافی است که بگویم سی قربان در زیر ضربات کابل حتی یک آخ هم نگفته بود و گفته بود که حسرت یک آخ را بر دل شکنجگرانش و مخصوصا حاجی علیانی شکنجگر معروف خواهد گذاشت او در پاسخ علیانی که از او پرسیده بود چه چیزی تو را وادار می دارد که چنین تعمل در و شکنجه را داشته باشد گفته بود تو به عنوان یک مزدور هرگز قادر به درکان نخواهی بود سی قربان گفته بود آنهایی را که گرفتی کاری نبودند و تمام اسرار در سینه من است و اگر قادر هستید آن را بیرون بیاورید قبل از تیربارانش حاجی علیانی که مبهود مقاومت او شده بود میخواهد او را در آغوش بگیرد اما سی قربان او را به کنار زده او را مزدوری خطاب می که شایسته که شایسته در آغوش کشیده شدن را ندارد حالا در مورد علی کریم من کوتاه فقط اینجا خیلی زیاده اگر اجازه بدید من یک لیستی از اسامی را بخونم فقط فقط که بخاطر اینکه نامشان در اینجا برده بشه گیتی آزرفروز نریمان آزرفروز عبدالعلی آزادی محوش آسان محمد رضا ابراهیمی قدرت احمدی سید محمد وحید اخلاقی فات الله اسدی سکین الاوردی محمد رضا الماسی مسعود امیری رعوف امینی پرویز ایزدی محمد العادین باباجانی حیدر بابایی هوشنگ باجلانی زهرا خانی فریدون پرناک کمال بازمونه عاطفه بهار دوست عباس بهار دوست نرگس بهار دوست علی بیات جانگیر پیرانی احمد پرمور کیومرس پر... پروا محمد رضا پژمان داریوش پورچمنی امیر پورسی آبیدی لطف الله پورشهباز عباس سلیمی سید محمد ولی پیرویسی مشتبا ترکاشوند حاتم اسدی جلیل تیل سفیدی افسان باجلانی مرزی جلیلی عبدالرزا جوادی علی رزا جوادی نجمدین جوانمرد فرخ چهری نصرت چهری پرویز حاتمی، شهرام حسین خانی، شهرام حسین زاده، سید قربان حسینی، سید محمد حسینی، کریم حسینی، علی حشمتی، فریبرز حمامی، محمد رضا خاکسار، محمد خاموشیان، جانگیر خا... خاکسار، فرانک خورسندی، عاطف خزایی، فرزان خزایی، حمید رزا خسروفر، عبدالحسین دارابی، ویکتوریا دولتشاهی، اله الهه رامیانی، حمید رزا رحیمی، محمد رستمی، یاسر رمضانی، فرهاد ریاضی دوست، محمد ریزواندی، محمد رعوف وزیری، رعوف زارعی، نریمان سالاری، جلیل سلیمانی، امیر سیاه بیدی، مرداد شاه مرادی، شهرام شافعیان، صادق صادق پور، صفی الله صفی الدین، علی سمیمی، مسعود صوفی، امیر سیادی، بهزاد سیفوری، علی سیفوری، حکمت طالقانی، فریدون تاهری، حسن تماسبی، محمد عادل، سوراب غلامی، حمید رضا فاتحی راد، حسن فاطمی، مریم فرشادفر، جلیل فسیحی، مرتزا قزی، جواد قندی، مجید کاویانی، رسول کرمانشاهی، احمد کریمی، عبدالرزا کرمی، کامیار کرمی، نصرت الله کریمی، غلام علی پاوه، فتولا گل گلاب، فرهاد لطفی، عبدالله محمدی، تاهر محمدی، منصور گندومی، محمد مراد احمدی، جعفر مرادی، خدامراد مرادی، صدیقه مرادی، محمد جعفر مرادیان، افسانه مزفری، فریدون معدومی، علی معزی، حبیب الله معصومی، امیر معصوم علی شایی، محمد رضا مقبلی، محمد صادق موحدنیا، کازم میرزایی، فرامرز میرزایی، علاعدین نادری، محمد نادری، روح الله نازمی، علی شاه نجفی، علی رضا نجفیان، نحمد الله نودینیان، ایران نوراللهی، مرزی نوری، حاشم نوری، حسین نیازی، وحید نیکنجاد، پرویز وزیری، گیتی وفایی، نادر یوسفی، مصطفی بدری، محمد جبریایی، جواد حاتمی، علی حاتمی، پرویز حاتمی برادر حسین ربی، عبدالله ربی، حمید شریفی، علی سیفوری، حمید فتایی، حسن قیصری، امیر کاشانیزاده، حسن مالمیل، سیروس محمودی، سعید مظاهری، محمد رضا میرزایی، علی کریمی، بهمن آبگربیان، عباس کرمی و اینم بگم اینا از حافظه نقل شده بسیاری های دیگه هم هستند که توی این لیست نیامده خب آره ولی حمیدم چون قراره در مورد همین ماجرا من نمیدونم احسان خیلی من واقعا خوشحالم که جوونی یعنی با گفته خود جزء این خانواده هم نیستی ولی خیلی خوبه که پیگیر بودی و این کارو کردی واقعا ممنون و این اسامی هم که میگی فقط اسم نیستن هر کدوم پشت اینا یک زندگی خوابیده خیلی ممنون ولی فقط من یه نکته ای رو بگم اونجایی که گفتی که کیسه پشتش کشیدن نمیدونم واقعیت داره یا نه واقعیت داره چون بچههایی که خیلی شکنجه می شدن پاشون توول میخورد و توولا خیلی خونی بود و توی اوین هم حتی یه دکتر قلابی دکتر سلماس بود که میومد اینا رو نیشتر میزدن و این چرک و خونا باید بیرون میومد چون اگر میمون اون استخون چرک میکرد و این واقعیت داره فقط اینو خواستم بگم مرسی, مرسی خب حمید در در واقع در مورد همین سخنرانی اسم جعفری ورودی اومد فکر کنم در مورد جعفری سهرارودی میخواد یه چیزی بهمون به بگه بیا اینجا لطفا بیا اینو مینا سلام مینا از بچههایی که جونشون رو از دست دادن و جان باختگان گفتم یه اسم دیگه هم بود این محمد جعفر سرارودی، فقط میخواستم بدونید که کیه محمد جعفر سرارودی که تو این تاریخ بازجوه بعد میشه مسئول امنیت کردستان در سپاه پاسداران از کسایی بوده که توی جلسات و شورای امنیت ملی به عنوان موقعی که مسئله کردستان بوده نقش مستقیم داشته جزء هیئت مذاکره با قاسملو بوده به احتمال خیلی زیاد کسیه که تیر خورده به احتمال خیلی زیاد مسئول تیم ترور قاسملو محمد جعفر سهرارودیه بعد در رابطه با ترور میکنوت و ترور شرفکندی نقش ویژه پیشنهاد دنده به شورای امنیت ملی و طبق اسناد میکنوت محمد جعفر سهرارودی بوده بعد از اون توی تمام هیئت‌های رسمی بعد از مسئله منطقه کردستان اینا از طرف ایران همیشه محمد این که با جلال طالبانی یا بارزانی موقع که مسائل خیلی مهمه از طرف ایران شرکت می‌کنه. قرار بوده در این اواخر طبق اطلاع رئیس شورای امنی... رئیس شورای امنیت ملی هم بشه که موافقت نشده الان معاون دیپلماتیک رئیس مجلس چند هفته پیش که این روحانی رئیس جمهور جدید شد هیئت های دیپلماتیک تمام کشورها را توی این تعلیف این سهرارودی استقبال کرده این آدمیه که در این حد پیشرفت کرده فقط خواستم بگم که از اون طرف هم یه اسم براتون نمونه خیلی ممنون